من باور دارم که این سری پیغام ها شما رو تشویق و بلند میکنه و در عین حال به چالش میکشه چون وقتی خدا شما رو میخونه تا کاری به نظر غیر ممکن و ورای ممکن بودن رو انجام بدین خدا به جای شما کار میکنه چون خودتون نمیتونین انجامش بدین ولی با قوت و قدرت خدا میتونین انجامش بدین اگر منتظرش بمونین و با تمام قلبتون بهش اعتماد کنین با ما باشید مطالعات علمی نشون داده که خنده با سیستم ایمنی ما در ارتباطه در واقع خنده روی هورمون ها و تعداد گلوبولهای های سفید ما اثر میذاره خنده حتی آسانی درد ما رو افزایش میده داشتم به این فکر میکردم و با خودم گفتم تنها کاری که دانشمندا باید بکنن اینه که به سه هزار سال قبل برند و امسال 1722 رو بخونن اینجا کلام خدا سه هزار سال پیش میگه شادمانی مانند دارو شفابخش است اما روح پژمرده انسان را بیمار میکند. فکر میکنم تمام انسانهای روی زمین همیشه و صرف نظر از شرایطشون باید شاد باشند. آیا ایمانداران مسیح شاد هستند؟ آمین. فکر میکنم دلیل اینکه ما شاد نیستیم و به راحتی هم شادیمون رو از دست میدیم اینه که زیادی خودمون رو جدی میگیریم واقعا همینطوره و این بخشی از مشکله چند سال پیش من یه مصاحبه تلفنی داشتم با نویسنده ای که در حال نوشتن مقاله ای در یک مجله رهبری شبانی بود در پایان اون گفت آیا چیزی هست که بخوای به شبانهای جوان بگی چند ثانیه فکر کردم و چیزی به ذهنم رسید و گفتم بله توصیه الهیاتی خیلی خیلی عمیقی براشون دارم خاندگیتون رو خیلی جدی بگیرید ولی خودتون رو بیش از حد جدی نگیرید من فهمیدم دلیل اینکه همیشه سرگرمم اینه که به خودم میخندم بعضی وقتا اینجا من تنها کسی هم که داره میخنده و شما به هم نگاه میکنین میگین به چی میخنده؟ من به خودم میخندم اگر مزمور 126 رو بخونید میگه یقینا خنده هدیه ای از جانب خداست و به سرودهای ستایش متصله در واقع چهار بار در کتاب مقدس گفته میشه که خدا میخنده خدا میخنده مزمور دو آیه 4 که منم موعظه‌ای راجع بهش دارم مزمور 37 13 مزمور 59 و, و همسال 1 هر بار که میخونین خدا میخنده زمانیه که انسانها به خصوص انسانهای شرور فکر میکنن که خودشون رئیسن و قدرت اداره امور رو دارن خدا در آسمان نشسته و ها, 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 ها میتونین بخندین بخندین فقط با خدا بخندین من شکی ندارم که خوشی برای ایماندار ناچی از زندگی هر روزه با نگاه به ابدیت واقعا هست الان بهتون نشون میدم چون این همون چیزیه که ما رو از دنیای سکولار جدا میکنه از اجتماع سکولار سکولار یعنی دنیاوی تمرکزشون رو این دنیاست تمرکزشون رو اخبار این دنیاست یا یعنی اینکه وضع اقتصاد چطوره یا وضع دولت و سیاست چطوره یعنی همه چیز بر این زندگی متمرکزه منظورم این نیست که باید از این دنیا ببرین اینو نمیگم بلکه میتونین از اوضا با خبر باشین اما همچنان دید ابدیت رو داشته باشین بهتون بگم این دنیا پر از نفرت خشم تلخی ترس نگرانی و استرابه و من نمیخوام بخشی از اون باشم آمین پس بعضی از شما هم نمیخواین بخشی از اون باشین چون اگه فریبش رو بخوریم دیگه چه فرقی بین ما و مردم دنیا هست؟ چه فرقی؟ ما هم مثل اونا میشیم اگر خوشی بیان ناشدنی میخواین و هم میخواین خوشیتون ماندگار باشه ازتون میخوام لطفاً با من به پیدایش 21 بیاین تا در هفت آیه اول بهتون نشون بدم چون اینجا متوجه خواهید شد که در شمردن ستارگان وقتی چیزی نمیبینی این شمارش با چی شروع میشه؟ ما داستان زندگی ابراهیم رو مشاهده کردیم ابراهیم مردیه که خدا بهش میگه به آسمان نگاه کن و ستاره ها رو بشمر در خاورمیانه وقتی در بیابان در شب به آسمان نگاه کنی میتونی ستاره ها رو به وضوح ببینی نه مثل شهرهای اینجا میگه تو بشمار و نسل تو اینگونه خواهند بود البته که درباره نسل روحانی صحبت میکنه که از طریق عیسی مسیح محقق میشه همونطور که پولس میگه برکت ابراهیم از طریق آن ذریت که همانا عیسی مسیح هست آمد پس ابراهیم به آسمان نگاه میکنه و شروع میکنه به شمردن یک دو سه چهار پنج یک میلیون یک میلیون و یک یک میلیون و دو و بعد حساب از دستش در میده و برمیگرده از اول میشماره و این کارو نزدیک به 25 تا 30 سال انجام میداد نهایتا در این نقطه از زندگیش که 100 سالشه و سارا هم 90 سالشه ستاره اول رو به دست میارن و اسمشو اسحاق میذارن که به معنی خنده است اما چیزی که بیشتر از یک هفته است در حالی که روی این بخش دعا و فکر و تعمل می کردم از فکرم بیرون نمیره فیاز بودن خدای ماست واقعا متعیر کننده است چون خدا خنده سارا به این باور رو میگیره و تغییرش میده به خنده شادی اون خنده سارا رو که از بی ایمانی بود گرفت و به خنده وصف ناشدنی تبدیل کرد اون خنده تمسخر آمیز اون رو گرفت و بهش خنده ناشی از نجات رو داد ما عجب خدایی رو میپرستیم ما عجب خدایی رو میپرستیم چه خدای بزرگی داریم بعد از اون همه انتظار بالاخره پسر وعده اومد متولد شد و خنده نامیده شد سارا میتونست مزمور 126 آیات یک و دو رو بخونه البته اون موقع هنوز نوشته نشده بود سه هزار سال بعد نوشته شد چون خداوند سعادت گذشته رو به سهیون بازگردانید همچون کسانی بودیم که خواب میبینند آنگاه دهانمان از خنده پر شد و زبانمان از سرود شادمانی سارا میتونست از این اختباس کنه و بگه چون خدا باروری رو به بدن سال خورده من بازگردانید همچون کسی بودم که خواب میبیند آنگاه دهانم از خنده پر شد و زبانم از سرود شادمانی ولی سارا اینو گفت خداوند خنده برای ما ولی خدا تنها برای اون خنده نیاورد بلکه اون برای نسلها و نسلها و نسلها و نسلهای آینده که داستان سارا رو خواهند خوند و خواهند خندید نیز خنده آورد اما یه چیزی است که نمیخوام از دستش بدین دقت کنید دلیل خنده شادمانی در زندگی سارا و ابراهیم مطمئنن که تولد اساق بوده اینو کم اهمیت جلوه نمیدم اما واقعا باور دارم که اون خوشی حقیقی که وارد قلبشون میشد خوشی اونها در خداوند بود سال ابراهیم و سارا چه درس هایی یاد گرفتن در طی این 25 30 سال انتظار چه درس هایی من و شما میتونیم از این یاد بگیریم اون چه خدا انجام داده باعث خواهد شد که نسل به وفاداری خدا اعتماد کنند و حالا ما چهار هزار سال بعد اینو میخونیم و با خوندنش نسبت به وفاداری خدا تشویق میشیم کی قبول داره ما میتونیم بخونیم که صرف نظر از شکشون صرف نظر از باورهای جزئیشون صرف نظر از اینکه مسائل رو خودشون به دست گرفتن صرف نظر از اینکه فکر می‌کردند میتونن به خدا کمک کنند و در حالی که در واقع داشتن به وعده بی اعتمادی با این وجود سه درس مهم رو یاد گرفتن که میخوام با شما در میون بذارم اول از همه یاد گرفتن که خدا همیشه سر قولش میمونه میتونیم بگین سر قولش میمونه همیشه سر قولش میمونه برای همین در پیغام قبلی بهتون گفتم که شما هیچ وقت هیچ وقت نباید در دعا برای یک عضو نجات نیافته خانوادتون کوتاه بیایید هرگز نباید کنار بکشید به خدا اعتماد کنید دعا میکنم که اگه برای یک عضو نجات نیافته دعا میکنین در زمان حیاتتون نتیجهشو ببینید اما اگر هم در زمان حیاتتون ندیدین خدا سر قولش میمونه اون چیکار میکنه سر قولش میمونه همیشه دومان ابراهیم و سارا یاد گرفتن خدا خدای قدرتمندیه خدا خدای قادر مطلقیه اون الشدایی هست برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست میتونیم با من بگین برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست برای تاکید بر قدرت مافوق طبیعی خدا که عمل کرد و اولین ستاره رو آورد برای تاکید سه بار در هفت آیه تکرار شده سه بار آیه دو آیه پنج و آیه هفت بعضی از شما ممکنه بگید مایکل من اینو میفهمم این در کتاب مقدسه به کتاب مقدس ایمان دارم اما تو متوجه نیستی شرایط من فرق میکنه تو درک نمیکنی مشکل من خیلی بزرگه تو متوجه نیستی ضدیت با من خیلی شدیده تو متوجه نیستی برای من دیگه خیلی دیر شده من خیلی پیرم یا خیلی جوونم خیلی اینجوریم خیلی اونجوریم خدای ما خدای غیر ممکنه. نه تنها به سارا قدرت باردار شدن داده شد خیلی شگفتانگیزه بهش قدرت داده شد که بچه رو پرستاری هم بکنه اینو نمیگم که اگه 90 سالتون خدا این کار رو برای شما هم میکنه برحال شما هم که نمیخواید حتی تو 60 سالگی هم نمیخواید اما اون شرایط خاص بود اما همون درس رو به ما میده همون درس رو به ما میده نه تنها به سارا قوت مافوق طبیعی برای نگهداری از بچه داده شد بدن ابراهیم هم چنان با قدرت ال شدای جوان و تازه شده بود که بعد از مرگ سارا و ازدواج با قتوره پدر شش بچه دیگه هم شد گوش کنید وقتی خدا معجزهوار شفا میده وقتی خدا معجزهوار شفا میده اون شفا نصف نیمه نیست وقتی خدا معجزهوار شفا میده شفا کامله در این لحظه احیا میکنه وقتی خدا شما رو برای کاری میخونه شما رو برای انجام اون کار مجهز خواهد کرد سومین درسی که ابراهیم و سارا یاد گرفتم و ما هم باید یاد بگیریم اینه که خدا برای تحقق وعدش عجله نمیکنه. این برای خیلی مسیحی ها مثل قول ترسناکه درست میگم؟ میدونم درسته چون از روی زندگی خودم میدونم کتاب مقدس میگه او هر چیز را در وقتش زیبا میسازد من و شما میدونیم که یکی از سختترین چیزهایی که در زندگی باهاش روبرو میشیم چیزیه که به نظرمون تأخیر خداست و من تو یه سری از پیغام هام گفتم که تأخیر خدا به معنی رد کردن نیست کلام خدا حقیقت چه تجربهش کنید یا نه کلام خدا حقیقته چه باورش کنید یا نه ولی فکر میکنم اغلب ما میتونیم درباره سختی مواجهه با تأخیر خدا شهادت بدیم اما تصویر خیلی بزرگتری از درس های شگفتاوری که اونها یاد گرفتم و ما یاد گرفتیم اینجا هست تصویری خیلی بزرگتر که نمیخوام از دستش بدیم تو این باب تولد اسحاق برای ابراهیم و سارا شادی آورد سه چیز راجع به خدا بهشون یاد داد ولی چیزی بیشتر به قول بچه ها خیلی گنده فراتر از این تصویر هست این خیلی بزرگتر و خیلی عظیمتر و فراتر از تولد اسحاق پسر وعد است حتی خوشی بیشتری در چیزی که میخوام بهتون بگم هست با دقت گوش بدید تولد اسحاق از پیش هاکی از تولد مافوق طبیعی دیگه ایه. تولدی که دو هزار سال بعد از اسحاق به وقوع میپیونده این پیشگویی تولد ایساست که در پیغام آینده واضحتر میشه وقتی خدا اسحاق رو از قربانی شدن نجات داد و ابراهیم گفت یهوه یا یرا یهوه یرا خدایی که مهیا می کند داشت می گفت خدا خودش رو برای قربانی مهیا می کند در واقع داشت اومدن ایسا رو نبوت می کرد در پیغام آینده به این خواهم پرداخت برای همین ایسا به فریسی های سرسخت گفت ابراهیم روز مرا دید و شادی کرد و فریسی ها میخواستن بکشنش گفتم منظور چیه؟ تو هنوز پنجاه سالم نداری که میگی ابراهیم روز تو رو دید اگه دقیق تر به اسحاق نگاه کنید اون رو در خیلی جاها نمادی از ایسا میبینید که من فقط به هفت از اونا میپردازم اول اسحاق و ایسا پسران وعده بودند. در پیدایش 3:15 خدا به ابراهیم و حوا گفت که پسرش رو خواهد فرستاد و او خواهد آمد و سر مار را خواهد کوبید این اولین وعده درباره آمدن عیسی بود و خدا بارها و بارها و بارها در کلام تاییدش کرد تا جایی که به اشعیا 714 میرسیم 700 سال قبل از تولد عیسی خدا اینطور گفت اینک باکره آبستن شده و او را امانوئیل خواهد نامید این وعده خدا از تولد عیسی پسری که میآید صدها بار در صفحات عهد عتیق تایید شده. دومین اشتراک بین اسحاق و عیسی دوره تأخیر بین زمان وعده و زمان تحقق وعده است. در مورد اسحاق 25 تا 30 سال بود. در مورد عیسی تأخیر چند هزار سال بود. سومین اشتراک بین اسحاق و عیسی اینه که وقتی سارا در باب 18 آیه 13 میپرسه آیا اکنون که پیر شدم به راستی فرزندی خواهم زاد؟ خدا در آیه چارده بهش جواب میده آیا هیچ کاری هست که برای خدا دشوار باشد؟ در تولد ایسا مریم که ایمانی خیلی قوی تر از سارا داشت وقتی در لغا یک سی و چهار پرسید این چگونه ممکن است زیرا من باکرم و تا حال با مردی نبودم در آیه ۳۷ از باب یک لغا، فرشته پاسخ میده نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. بیایید دوباره بگیم. نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. چهارمین تشابه اینه. هر دو نام اسحاق و عیسی نمادین بودن. سمبولیک بودن. این نام ها توسط خود خدا به اونها داده شده بود. او کسیه که قبل از تولدشون نامگذاریشون کرد خدا به ابراهیم گفت او را اسحاق نام خواهی گذاشت در متا یک, و یک خدا به یوسف گفت مریم پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید زیرا او قوم خود را از گناهانش نجات خواهد بخشید شماره پنجم, پنجم این تشابه اینه که هر دو تولد در زمان مقرر شده اتفاق افتادن. این احتمالاً حیرت آورترین تشابه همانند تولد اسحاق تولد عیسی دقیقاً مطابق زمان بندی خدا بود نه خیلی زود و نه خیلی دیر ششمین تشابه بین اسحاق و عیسی اینه که تولد هر دوشون تولدهای معجزه آسا بودن البته که معجزه تولد عیسی خیلی بزرگتره چون هیچ مردی در اون نقشی نداشت اما انتظارش میرفت چون سایه از حقیقت بزرگتر نیست فرد حقیقی از سایه خودش بزرگتره بنابراین اسحاق سایه بود اما آنچه حقیقیه بزرگتره که همون عیسی مسیحه و در نهایت هفتمی به شادی برمیگرده مطمئنا تولد هر بچه ای با خودش شادی به خانواده به اجتماع و خیشاوندان میاره اما خوشی ابراهیم و سارا از نسلی به نسل دیگر و نسلهای بعد ادامه پیدا کرد در مورد مریم هم خوشی غیرقابل وصف اون خوشی شماست خوشی منه خوشی میلیون ها نفر در سرتاسر سر زمینه که ایمان و اعتمادشون رو بر خداوند عیسی مسیح میذارن در لغا یک چهر و چش مریم گفت جان من خداوند را تمجید میکند و روحم در نجات دهندم خدا به وجد میآید. دوباره خوشی رو اینجا میبینیم فکر کنید برای یک لحظه همراه من فکر کنید تولد عیسی و خوشحالی مریم و یوسف هیچ ارتباطی با موقعیت اطرافشون نداشت در واقع اگه به شرایط اطرافشون وابسته بودن بدبختی میکشیدن نه خوشحالی شما هم مثل من ماجرا رو میدونین باردار، پدری نیست، او خدای من اون زمان شما به خاطر این سنگسار می شدین شرایط بیرونی تیر روزیه باردار اون هم در اون بخش بیگانه کشور بدون مکانی برای تولد بچه در به در دنبال جا گشتن تمام این شرایط سخت بیرونی میتونست خوشی اونها رو بدوزه اما این کار نکرد اگه هفت تشابه بین تولد اسحاق و تولد خداوند عیسی مسیح وجود داره من باور دارم چهار تشابه هم بین تولد اساق و تولد تازه ما وجود داره از نوع متولد شدن ما تولد روحانی ما دعا میکنم اگه حتی یه نفر اینجا هست که تولد تازه نداره امروز روز تولد تازه براش باشه نمیخوام تولدی خیلی مهمتر از تولد یک بچه را از دست بدین تولدی که هر انسانی که تا حالا از یک زن به دنیا اومده باید تجربه کنه و اون تولد روحانیه تولد دوباره از نو متولد شدن وقت بذارید و در خلوت رومیان باب چهار آیات هشت تا بیست و سه رو بخونید این بخش بسیار غنیه در واقع تولد اسحاق رو با تولد روحانی ما مقایسه میکنه چهار تشابه اینا هستن شماره یک تولد اسحاق از نظر انسانی غیر ممکن بود بدن ابراهیم و سارا عملا مرده بود گرچه زندگی میکردن اما بدنهاشون مرده بود و ما هم دقیقا همین طور بودیم قبل از اینکه قلب هامون تقویت بشه احیا بشه و روح القدس نسبت به نیاز شدیدمون به نجات بیدارمون کنه افسوسیان دو یک میگه در گناهان خود مرده بودیم تو کما نبودیم مرده بودیم و نیاز به مداخله مافوق طبیعی خدا بود که ما رو بیدار کنه ما نمیتونستیم خودمون رو برای تولد تازه زندگی جدید و نجات بلند کنیم همونطور که سارا نمیتونست به طور طبیعی اسحاق رو به دنیا بیاره هر دو به مداخله مافوق طبیعی نیاز داره و برای همین ایسا به نیقودیموس گفت باید از سر نو تولد یابی و اگر از نو زاد نشی نمیتونی آسمون رو ببینی این خلاصه ماجراست میتونین تمام عمرتون تو کلیسا بوده باشید اما اگر از نو متولد نشین به آسمان نمیرین اما اگه از روح خدا متولد شدین این مافوق طبیعیه دوما دومین شباهت بین تولد موجز آسای اسحاق و تولد روحانی مافوق طبیعی ما ایمانه کتاب مقدس میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او عدالت شمرده شد وقتی من و شما از نظر روحانی به حیات قیام داده شدیم تمام اعتمادمون رو ایمانمون رو بر عیسی به عنوان خداوند و نجات دهندمون گذاشتیم ما از نظر روحانی تولد دوباره یافتیم و سومی شباهت اینجا به روشنی در رومیان باب چهار میبینیم بین تولد اسحاق و تولد روحانی ما این محقق شد تا تمامی جلال به خدا داده شود تمام جلال تولد تازه روحانی ما به اعمال خوب ما نیست. هرچقدرم که خوب باشن به وسیله کارهای خوب به دست نمیاد. به اعمال نیک نیست که نجات یافته ایم. چرا؟ تا ما جلال نیابیم و ما فخر نکنیم. تنها از طریق ایمان ما نجات یافته این تا هیچ کس به خود نبالد در اول قرنتیان یک بیست و هشت و بیست و نو میگه خدا آنچرا که این دنیا پست و حقیر می انگارد بلکه نیستی ها را برگزید تا هستی ها را باطل سازد تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند چهارمین و آخرین تشابه و بین تولد اسحاق و تولد تازه ما باز هم در رومیان چهار میبینید که اتفاقات زندگی ابراهیم تنها برای اون نوشته نشدند برای ما نوشته شدن تا ایمان بیاریم و عدالت خدا رو دریافت کنیم همونطور که اون ایمان آورد و عدالت خدا رو دریافت کرد ابراهیم مجزه ای دریافت کرد و تنها یک موجزه است که تولد روحانی میاره خدا این معجزه را امروز به شما که هرگز دریافتش نکردیم پیشنهاد میده خدا میگه من به دلیلی شما را به این کلیسای رسولان آوردم چون میخوام از نو متولد بشین میخوام نجات پیدا کنین میخوام تمام اعتمادتون رو روی من بذارید اگر میلیون ها سال هم کار خوب بکنید نمیتونید خودتون رو نجات بدین اعلام مشتاقانه حقیقتی که سازش نمی کنه. هدایت به سوی را با دکتر مایکل یوسف